امضای قرارداد جنجالی ایران و چین برای همکاری 25 ساله. مخالفان میگویند وطن فروشی است، موافقان میگویند راهبردی افتخارآمیز است. از یک استاد اقتصاد میپرسیم منافع یا مضرات بازتر شدن دست چین در اقتصاد ایران چیست؟ همینطور از یک موافق و یک مخالف این توافق از دلایل حمایت و مخالفتشون میپرسیم. در ادامه برنامه امشب، نامگذاری گذری نزدیک شانزلیزه به نام احمدشاه مسعود. شهردار پاریس این فرمانده ضد طالبان را الهام بخش مبارزان راه آزادی خواند. با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان درباره احمدشاه مسعود و مذاکرات صلح با طالبان گفتگو می‌کنیم. طرح جوانی جمعیت در انتظار تایید شورای نگهبان. این مصوبه آیا مشکل اقتصاد ایران را حل می کند یا باعث وخیم تر شدن بحران می شود؟ و سرگذشت 150 سال موسیقی ایران از امشب در بی بی سی فارسی. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سند برنامه جامع همکاری بین ایران و چین امضا شد. قراردادی 25 ساله که مخالفان زیادی دارد، از جمله کسانی که نگران وابستگی بلند مدت ایران به چین هستند. مقام‌های جمهوری اسلامی میگویند راه را برای سرمایه‌گذاری گسترده چین و خونسا کردن تحریم‌های آمریکا باز کردند. مخالفان اما این توافق را با عهدنامه ترکمنچای بین ایران و روسیه تزاری مقایسه می‌کنند. عهدنامه‌ای که بر اساس اون ایران کنترل بخشایی از سرزمین خودش رو در جنوب قفقاز به روسیه واگذار کرد. در شرایطی که جزئیات این قرارداد هنوز به طور رسمی منتشر نشده، چقدر میشه درباره مفاد اون نتیجه گیری کرد؟ بیشتر در این باره حرف می‌زنیم. اول گزارشی از کسری ناچی. بالاخره بعد از 5 سال تلاش ایران و چین، امضای سندی برای همکاری‌های وسیع و دراز مدت چین و ایران. این سند که متن آن رسماً منتشر نشده، نگرانی‌های زیادی را در میان کاربران در شبکه‌های اجتماعی دامن زده که آن را نشانه افتادن ایران زیر سیطره این غول اقتصادی می‌دانند. تحریم‌های آمریکا و غرب ایران را علی‌رغم اصل انقلابی بی‌طرفی‌اش در میان قدرت‌های بزرگ به طرف چین و روسیه سوق داده است. روزی تاریخی، وزارت خارجه ایران این سند را افتخارآمیز و به نفع منافع دو کشور توصیف کرد. مخالفان آن را سندی ننگبار. اما معلوم نیست که این سند امروز با ادامه تحریم‌های شدید آمریکا چیزی بیشتر از فهرستی از آرزوهای دو طرف باشد. در ماه‌های گذشته بعضی از وبسایت‌های تندروها در ایران متن آنچه که پیشنویس این سند می‌دانند را منتشر کردند. ظاهرا همان متنی که سال گذشته به تصویب هیئت وزیران رسید. کلیات این برنامه در این سند 5 صفحه است. در واقع نوعی یادداشت تفاهم یا نقشه راه. علاقه ایران به گسترش همکاری ها در همه زمینه ها، از همکاری های اقتصادی و تجاری گرفته تا همکاری های علمی و فناوری، همکاری در سازمان های جهانی، همکاری های امنیتی، حتی نظامی، بدون جزئیات. سند شامل 3 ضمیمه است. در صدر ضمیمه 1 گفته شده که طرف چینی وارد کننده یه ثابت نفت خام ایران خواهد بود و ایران به نگرانی های چین در مورد بازگشت سرمایه گذاری در بخش نفت توجه خواهد داشت. به عبارت دیگر، نفت با قیمتی مناسب به چین فروخته خواهد شد. در پایان ضمیمه 3 جزئیات بیشتری آمده که نشان می‌دهد مقام های ایران می‌خواهند چین به طور گسترده در ایران وارد و فعال شود. از ترانزیت و حمل و نقل کالا از طریق ایجاد کریدورهای حمل و نقل گرفته تا توسعه بنادر، توسعه صنعت پتروشیمی، توسعه نفت و گاز، ایجاد مراکز صنعتی، مشارکت در مدیریت و توسعه مناطق آزاد تجاری، ساخت و توسعه بندرها، سرمایه گذاری در متروهای شهری و بخش کشاورزی با برقراری مشوقهای مناسب به قول این سند برای سرمایه گذاری چین در ایران. ایده این سند همکاری را شی جین پینگ، رهبر چین، در سفرش به تهران 5 سال پیش مطرح کرد، وقتی که تحریم‌ها با توافق هسته‌ای برداشته شده بود.
ایده‌ای که رهبر ایران با نگاهش به شرق از آن استقبال کرد. امروز این ملاقات وانگ ای وزیر خارجه چین با علی لاریجانی رئیس پیشین مجلس، کسی که نزدیک به 2 سال پیش به چین این ایده را دنبال کرد به عنوان نماینده رهبر. آقای لاریجانی در اینجا به وزیر خارجه چین درباره تعهد درازمدت ایران اطمینان داد. او گفت ایران کشوری نیست که با یک تلفن موضعش را عوض کند. در 50 سالگی روابط ایران و چین امروز امضای سندی که در آن خبری از آمار و ارقام و جزئیات نیست ممکن است با وجود تحریم‌های آمریکا چیزی را عوض نکند، اگرچه گستردگی آن نشان از آمادگی جمهوری اسلامی دارد برای وابسته شدن به یک قدرت بزرگ برای بقا. کسرانجی بی بی سی. نادر حبیبی، استاد اقتصاد خاورمیانه دانشگاه برندیس از والتام ماساچوست با ما هستند. آقای حبیبی، به لحاظ اقتصادی خب این قرارداد برای خیلی ها مهمه، بسیاری دارن نگاه میکنن، خیلی ها مخالفش هستن چون فکر میکنن به لحاظ اقتصادی ممکنه ما رو کاملا وابسته بکنه به چین، برخی دیگه هم موافق اون هستن چون فکر میکنن به هر حال در شرایطی که آمریکا و غربی ها نمیان همکاری بکنن، چرا چینی ها نیان و همکاری بکنن؟ نظر شما چه است؟ باید چگونه نگاه کرد به این قرارداد؟ حالا برای اینکه بتونیم خیلی قطعی نظر بدیم باید اول ببینیم جزئیاتش چیه، و همونطور که همکارتون گفتن این فقط یک قرارداد راهبردی هست و یک توافق هست در این مرحله، اما در مجموع اگر ما به روابط ایران و چین نگاه بکنیم با توجه به تحریم ها و فشاری که روی اقتصاد ایران آوردن، اگر قرارداد خوبی امضا بشه بین ایران و چین، این ممکن است که کمک بکنه به بهبود وضعیت اقتصادی ایران. در 3 زمینه من خیلی مختصر اشاره میکنم. اولا ما موفق نبودیم سرمایه غربی برای بخش نفت و گاز جذب کنیم و ممکن است که سرمایه گذاری چین برای توسعه این قسمت کمک بکنه. دوما برای فروش نفت به یک مشتری خوب و دائمی احتیاج داریم که در قبال این سرمایه گذاری ها چین ممکن است به یک خریدار دائمی تبدیل بشه. و سوما اگر این توافقنامه باعث بشه که ما بتونیم ازش به عنوان یک اهرم برای مذاکره با امریکا و غرب برای کاهش تحریم ها و رفع تحریم ها استفاده بکنیم، از اونجا هم نتیجه مثبتی خواهد داشت. نتایج اقتصادی دیگه ای هم داره، به خصوص در بخش راه و حمل و نقل. اگر این طرحهایی که برای گسترش جاده ها و راه آهن ایران هست تکمیل بشن، ایران میتونه از درآمدهای ترانزیت خوبی از طریق ملحق شدن به پروژه راه ابریشم دستیابی پیدا بکنه. در درجه اول هم به نظر میرسه که به هر حال ایران قرار چین رو با نفت جذب کشور کرده و برای سرمایه گذاری اونها رو تونسته که متقاعد بکنه، و اون هم نفت عملا حداقل بر اساس اسنادی که پیشتر منتشر شده بود، ولی شما گفتین که جزئیاتش ما هنوز نمیدونیم، ولی نفته که با تخفیف چین بتونه دریافت بکنه. اون سرمایه گذاری که در این بخش ممکن هست بشه چقدر میتونه، آیا امکان این وجود داره که در آینده این به نفع ایران بشه در آینده بلند مدت، و در کوتاه مدت اون نگرانی هایی که وجود داره از جمله وابستگی به چین، شما که بیشتر دنبال میکنید سرمایه گذاری چین رو در کشورهای دیگه دیدید، چه شرایطی ممکنه برای ایران پیش بیاد؟ چون ایران درآمد نفتی داره، اگر قرارداد رو طوری تنظیم کنن که باعث افزایش شدید بدهی ایران به کشور چین نشه، ممکن استش که در دراز مدت نتایج منفی رو که در بعضی از کشورها دیدیم در ایران با اونها مواجه نشیم. از طرف دیگه ما دیدیم در طول 30-40 سال گذشته که کشورهای غربی که دارای تکنولوژی مناسب برای توسعه نفت و گاز ایران هستند حاضر به همکاری با ایران نیستند، و چندان امیدی نیست که سیاست خارجی رژیم اسلامی تغییر بنیادین بکنه که نظر اونها عوض بشه. بنابراین اگر بخوایم که فرض بکنید فاز 11 پارس جنوبی رو برای تولید گاز پیش ببریم، به سرمایه گذاری کشورهای دیگه از جمله چین در این راستا احتیاج داریم. از نگرانی ها چی؟ اگه بخواید کمی از نگرانی ها برامون بگین.
ببینید، بسیاری از کشورها با چین معامله میکنند و در خود خاورمیانه ما منحصر به فرد نیستیم. عربستان، امارات، عراق، اسرائیل، همه کشورها در حال گسترش روابط با چین هستند. چین تا الان اگر به تاریخ روابطش نگاه بکنید، در دو سه مورد با کشورهایی که بحران داشتند بدهی های اونها رو تبدیل به مالکیت و یا کنترل کرده. در ایران من بعید می‌دونم که با توجه به عرق ناسیونالیستی که وجود داره دولت جرأت بکنه اجازه بده چنین شرایطی در ایران پیش بیاد. در هر صورت به کجا این میره از نظر منافع ایران واقعا بستگی به این داره که جزئیات چی باشه و در طول 25 سال گذشته این چطوری جلو بره. این یک قرارداد راهبردی هست و جزئیاتش بسیار مهم هست که من فکر می‌کنم در طول زمان مشخص خواهد شد. آیا حاکمیت به نظر شما میتونه در این قراردادهای اقتصادی این چنینی جزئیات اون رو به هر حال برای مدتی از نظر افکار عمومی مخفی نگه داره؟ آیا چنین چیزی اصلا ممکن هست؟ دشوار هست، چون اختلافایی که در داخل حاکمیت و دولت وجود داره باعث میشه که افشاگری صورت بگیره. اگر بخوان سیاست درستی پیش ببرن باید اجازه بدن جزئیات منتشر بشه، راجع به اونها بحث بشه که هم بدبینی هایی که بر حقیقت مبتنی نیستن اینقدر مطرح نشند و همین که اطمینان جذب بشه، مردم مطمئن بشن که این به نفع منافع ملی هست. از دید چین هم این قرارداد موقعی ارزش داره که با موافقت داخلی در ایران نشه که دولت ایران قادر نباشه مفاد اون رو اجرا بکنه و اینطوری که فعلا شرایط داخلی ایران پیش میده از نظر سیاسی ما میبینیم که مخالفت ها حتی از داخل نظام هم گاهی اوقات مطرح میشه و این ممکنه باعث بشه که طرف چینی تصور بکنه که واقعا ثباتی در قراردادهایی که با ایران میبنده ممکنه وجود نداشته باشه. پس شفافیت حتی میتونه به موفقیت این قرارداد هم کمک بکنه. ممنونم از شما نادر حبیبی، استاد اقتصاد خاورمیانه دانشگاه برندایس با ما. خیلی ممنون. برای بحث بیشتر در این مورد علی قلی‌زاده به ما پیوسته، پژوهشگر سیاست‌گذاری عمومی از مشهد. آقای قلی‌زاده تحصیل کرده دانشگاه علم و فناوری در چین هستند و موافق این توافق. آقای قلی‌زاده چرا فکر می‌کنید که این توافق برای به نفع منافع ملی ایران؟ سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگانتون و تبریک عرض می‌کنم نوروز باستانی رو. ببینین، ابتدا عرض کنم که این توافق صرف نظر از ایده‌ای که مطرح شد توسط آقای شی و آقای لاریجانی پیگیری شد، پیشنویس اون توی آگوست 2019 یا شهریور 98 توسط دکتر ظریف وزیر امور خارجه در سفری که به پکن داشتن ارائه شد با آقای وانگی و از اون زمان از شهریور 98 تا به امروز این روش گفتگو شد. در دوره کرونا مدتی به تعویق افتاد و امروز منتهی به نهایی شدن این شد، این توافق نامه شده. باید درس کنم که این یک، اونطوری که همکار شما فرمودن، یک قرارداد برای وابسته شدن ایران به چین نیست یا صرفا برای بقای ایران نیست، بلکه این یک برنامه همکاری راهبردی و یک نقشه راه برای روابط استراتژیک بین یک قدرت منطقه‌ای ایران و یک ابرقدرت جهانی که هیچ کس نمیتونه در این دو موضوع شک بکنه که چین باشه. و نکته بعدی هم این هست که این یک قرارداد الزام آور با جزئیات اجرایی نیست، یک توافق بالادستی و به عبارت یک نقشه راه است. اگر اینطوری که شما میفرمایید و جایی برای نگرانی نیست و یک سند همکاریه، چرا حاکمیت منتشر نمیکنه جزئیاتش رو تا مردم از جزئیات اون بیشتر آگاه بشن و عملا نگرانی ها هم برطرف بشه؟ موافقم با شما. طبعا شفاف سازی در رابطه با قرارداد نتایج مثبتی داره، هرچند که پارسال به صورت غیر رسمی اصل این توافق نامه و زمایمش منتشر شد، همونهای که همکار شما اشاره کردن.
اما خب دو کشور ایران و چین ملاحظاتی هم دارند در این زمینه که قابل درک، البته قطعا از شفاف سازی من استقبال میکنم و اونو مفید میدونم، اما خب ملاحظات رو هم درک میکنیم. مثلا ایران روابط گسترده با هند داره و داره توافقنامه با هند امضا میکنه، توافقنامه مشابه و هند و چین دو رقیب هستن. مسئله تحریم های امریکاست و حالا تلاشی که امریکا میکنه برای اینکه ایران رو به صورت کامل محاصره کنه، و خب موارد مشابه هم هستش. یعنی یکی از بزرگترین توافق هایی که در سالهای اخیر در دنیا رخ داد، فاز اول قرارداد تجاری امریکا و چین بود که ژانویه 2020 بین دولت ترامپ و دولت شی منعقد شد، امضا شد. با اینکه برخلاف توافقنامه ایران چین که الزام آور نیست، اون توافقنامه جزئیات داشت، الزام آور بود، عدد و رقم داشت، اما هیچ بندیش منتشر نشد. مشابه این هم فراوان هستش. اما نکته، یه سری گمان زنی ها مطرح شده و خب رسانه ها هم به اون خیلی دامن زدن. مثلا صحبت از سربازان چین در ایران، یا اونطوری که همکار شما گفتن ترکمنچای و یا واگذاری کیش. خب اینها صرفا بر مبنای یک گمانه‌زنی بوده. خب این گمانه‌زنی ها از اینجا شروع میشه که البته فکر میکنم چندین در واقع رسانه بین المللی از جمله منتشر کردند خبری رو که چنین خبری رو منتشر کرده بودن، و عملا وقتی توضیحی از طرف دولت ایران در مورد این قرارداد وجود نداره، به اون شایعات یا حتی یا گمان زنی ها هم دامن زده میشه. برخی میگن که ایران به دلیل تحریم های آمریکا رفته در دامن چین افتاده. آیا این مسئله رو رد میکنی؟ ببینید، در رابطه با بحث اولتون، نه، رسانه های مختلف نبودن، صرفا یک گمان زنی از پترولیوم اکونومیست بود که هیچ مستندی هم ارائه نداد، و همین الان که شما روی لینک اون سرچ کنین، خود ماهنامه پترولیوم اکونومیست اون رو از سایتش حذف کرده به خاطر اینکه هیچ مبنایی نداشته. دولت ایران هم مکرر توضیح داده و گفته که اینها مباحث دقیقی نیست. خب به صورت غیر رسمی هم منتشر شده. اما در اتاق مسئله دوم که فرمودین، ببینین، حالا ما به عنوان شخص بنده، به عنوان یک نیروی ملی و کسی که خارج از ساختار حاکمیت نگاه میکنم، خب اقتدار ایران برام مهمه، موافق روابط متوازن نه فقط با چین، نه فقط با شرق، نه فقط با هند، که با غرب هم هستن، و امیدوارم دولت جدید امریکا هم برجام برگرده و تنش‌ها کاهش پیدا کنه. ما در سیاست خارجی نباید دو قطبی سازی کنیم. ما باید به عنوان یک قدرت منطقه‌ای با همه ابرقدرت‌ها رابطه برقرار کنیم. خب طبعا اونا که منافعشون به ما نزدیک‌تر باشه سهم بیشتری می‌برن. ببینید، شرق ستیزی همون قدر مخالف منافع ملی ایران هست که غرب ستیزی برخی از نیروهای محافظه‌کار در ایران. چین هراسی که امروز در رسانه ها و در فضای مجازی و با ترول ها انجام میشه، عملا برای کامل شدن محاصره اقتصادی و گرسنگی دادن به مردم و فقیرسازی ملت ایرانه. تنها خط قرمزی که ما به عنوان یک نیروی سیاسی ملی باید بهش توجه کنیم اینه که ما به شدت باید حساس باشیم به نفوذ سیاسی بیگانگان. در این مورد هم تفاوتی نیست بین چین یا قطر یا فرانسه، روسیه یا آمریکا. نکته بعدی این که ما در رابطه با چین در یک نوع رقابت با کشورهای منطقه هم هستیم. بس. اسرائیل مثلا می‌دونیم که بندر حیفا رو امکان بهره برداری از اون در اختیار چین گذاشته. عربستان و امارات و پاکستان قراردادهای اقتصادی بسیار بزرگی با چین نوشتن. و فکر می‌کنید که در واقع این قرارداد هم می‌تونه و حتی همپیمانان امریکا از بزرگترین شرکای تجاریشون چین هستش. مثلا 32% صادرات استرالیا به چینه، یا کانادا سال گذشته 44 میلیارد دلار تجارت با چین داشته، یا خود امریکا. اجازه بدید که نظرات دیگر رو هم بشنویم. ممنونم از شما علی قلی‌زاده، پژوهشگر سیاست‌گذاری عمومی از مشهد با ما. اما علی افشاری به ما پیوسته، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از واشنگتن. آقای افشاری مخالف این توافق هستند، و آقای افشاری صحبت‌های آقای قلی‌زاده رو شنیدید، به خصوص اون بخشی که خب کشورهای دیگه هم با چین همکاری میکنن، همکاری خیلی نزدیکی دارن، چرا ایران نباید بکنه؟ این صورت بندی اشتباه هست، همینجاست. یعنی جمهوری اسلامی رو معادل ایران گرفته میشه،
ویژگی‌های خاص سیاست خارجی جمهوری اسلامی غرب ستیزیش نادیده گرفته میشه، بعد ویژگی‌های حکومت چین نادیده گرفته میشه، و بعد اینجا اساساً بحث رابطه با چین نیست، اینکه رابطه راهبردی با دادن امتیازات ویژه به چین مسئله است که هیچ عنصر ملی نمیتونه از این دفاع بکنه، چه چین باشه چه آمریکا باشه، ایجاد انحصارات ویژه برای چین هست، اگر نه هر کشوری در دنیا کنونی مگه میتونه با چین رابطه نداشته باشه؟ قطعا منافع ملی ما این است که ما رابطه متوازنی با همه داشته باشیم، عربستان سعودی، اسرائیل، ترکیه که رابطه راهبردی با چین دارن، در این آن واحد با روسیه هم دارن، با اتحادیه اروپا دارن، با آمریکا دارن، ما این رو نداریم. این مسئله نیست که حالا دولت بایدن هم به برجام برگرده، مگه آقای خامنه ای اجازه میده که رابط با آمریکا عادی بشه؟ همون اتفاقی که بعد از برجام رخ داد. من میخواستم اشاره بکنم، ببینید این آقای شنپینگ رئیس جمهور چین که طرح بلند پروازانه ابتکار راه کمربند رو مطرح کرد، بهش اسم گذاشت که رؤیای چینی، اهدافش هم گفته، این خیلی خوبه که من میخوام بگم اتفاقا این قراراتی از جزئیاتش نیومده، ولی تجارب و سوابق دولت چین نشون میده چینی ها یک سنت جایی خرج نمی کنن که ده ها برابرش رو به دست نیارن. یک نمونه مشخص صید ترال هستش که در خلیج فارس انجام دادن چینی ها. اگر کسی نگران فقر و بیکاری مردمه، خب اون بیکاری گسترده‌ای که برای صیادان بندر عباسی و جنوبی ما ایجاد کرده باید به اون توجه بکنن. چینی ها در هیچ کدوم از پروژه های بزرگشون از نیروهای بومی استفاده نمی کنن. اما وقتی چین هدفش رو اینجوری تعریف کرد، شکوفایی اقتصادی، بازسازی ملی، شادی مردم، هماهنگی اجتماعی، درسته که نمیان اینو با جزئیات منتشر کنن، ولی بخش‌های تصمیم‌گیر و اثرگذار جامعه‌شون، نیروهای جامعه مدنی، کارشناسان در جریان قرار می‌گیرن. همین موضوعی مخفی نگه داشته شده، باشه من خیلی سریع بگم بفهم. مخفی نگه داشته شده و موضوع اختلافی هست، این مخل همبستگی ملی ماست، نه شادی ایجاد کرده نه هماهنگی اجتماعی. آقای افشاری، برخی از صاحب نظران به خصوص در داخل ایران میگن که آقای قلی‌زاده به این اشاره کرد که چین با اسرائیل روابط نزدیکی داره، با عربستان هم روابط نزدیکی داره و ثبات در خاورمیانه براش خیلی مهمه. خیلی ها فکر میکنن که اما خب ایران سیاست منطقه‌ایش رو میدونیم. خیلی ها میگن شاید این روابط با چین باعث بشه که ایران هم عملاً یه بازنگری به اون چه که به نقشش در خاورمیانه بکنه. چقدر فکر میکنید این اتفاق ممکنه بیفته؟ من تقریبا اینو خیلی ضعیف میدونم. ببینید نگاه چین با نگاه جمهوری اسلامی یکسان نیست. مثلا چین نگاه راهبردی به اون معنا نداره. چین به عنوان یه ابرقدرت، قدرت اقتصادی، میخواد رابطه متوازن تو منطقه داشته باشه، بیشتر از ایران چه در حوزه نفتی و غیره با عربستان سعودی مراوده داره. جایگاه عربستان سعودی هم در نقشه ابتکار راه کمربند فعلا از ایران جایگاه مهمتری هست. اما جمهوری اسلامی تصور میکنه که با از طریق همکاری گسترده کردن با چین میتونه کمبودهاشو برآورده کنه، تقابل ایجاد بکنه با آمریکا یا خنثی‌سازی بکنه. اینجا برعکس حوزه، یعنی ایران وجه المصالحه رقابت ایران و چین قرار میگیره. این تجربه رقابت آمریکا و چین هست دوران قاجار تا به امروز هست و این میتونه خطرات بیشتری متوجه منافع ملی ما بکنه. با این حکومت بازم تاکید میکنم رابطه متوازن با چین، غرب، روسیه، هندوستان، این لازمه منافع ملی ماست، ولی انحصار ایجاد کردن رابطه راهبردی دراز مدت اون خطاست. ممنونم از شما آقای افشاری. علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از واشنگتن با ما. شهرداری پاریس امروز مکانی رو در نزدیکی خیابان شانزلیزه در پایتخت فرانسه به نام احمد شاه مسعود، فرمانده جبهه ضد طالبان، نامگذاری کرد. به همین مناسبت امروز مراسمی با حضور عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان، حامد کرزای، رئیس جمهوری پیشین این کشور و شهردار پاریس برگزار شد. وزارت خارجه افغانستان از این اقدام دولت فرانسه استقبال کرد و اون رو بیانگر روابط دوستانه کابل و پاریس خوانده. ضیا شهریار گزارش میده. خیابان شانزلیزه، شهر پاریس، مراسم نصب لوح یادبود از احمد شاه مسعود. فرماندهی که دولت افغانستان با او لقب قهرمان ملی را داده. شورای شهر پاریس دو ماه پیش تصمیم گرفت جای را در پایتخت فرانسه برای ارج‌گذاری از یکی از مشهورترین فرماندهان جنگ‌های چریکی جهان نامگذاری کند.
امروز در مراسم با حضور احمد مسعود فرزند احمد شاه مسعود، آن ایدالگو شهردار پاریس، عبدالله عبدالله، حامد کرزی و هواداران فرمانده مسعود از این لوح در ناحیه هشتم پاریس پرده برداری شد. شهردار پاریس احمد شاه مسعود را قهرمان مبارزه علیه تاریک اندیشی خواند. فرمانده مسعود، فرمانده جاودانی جهاد، مبارز آزادی و کسی که چهره اش، مبارزه اش، گفتارش هنوز نه تنها در افغانستان بلکه به ما در پاریس الهام می بخشد. با نامگذاری این مکان به نام او، از او به عنوان مبارز جهانی برای آزادی و حقوق زنان تجلیل می کنیم. احمد شاه مسعود در فرانسه محبوبیت زیاد داشت. فرانسه تنها کشور غربی بود که مسعود چند ماه پیش از ترورش در سال 2001 با آن سفر کرد. شمار از چهره های سیاسی و فرهنگی در فرانسه با فرمانده مسعود روابط نزدیک داشتند. از جمله برنارد هانری لوی، نویسنده و نظریه پرداز مشهور فرانسوی که در مراسم امروز و در سخنرانی پرهیجان آقای مسعود را از ستاره های جاودانه پاریس خواند. احمد شاه مسعود نوری پا پو ریوی جو کرو. احمد شاه مسعود عزیز، کسی که نگاه کردن به آسمان را دوست داشت، نمیتوانست چون چینش زیبایی از ستاره ها را کنار هم تصور کند. اینکه ستاره ها در پاریس در آسمان نیستند بلکه روی زمینند. احمد شاه مسعود که همانند والتر بنیامین یا مارشال دوساکس کتابخانه‌اش همیشه همراهش بود. خوشنود خواهد بود که ما نامش را همزمان با گرامی داشت انقلاب فرانسه ارج بگذاریم. حضور احمد مسعود، یگانه پسر احمد شاه مسعود، در این مراسم توجه زیاد جلب کرد. هواداران آقای مسعود با حمل پرچم‌های دولت به رهبری برهان الدین ربانی در محل گرد هم آمده بودند. آقای مسعود با سپاسگزاری از فرانسه به مذاکرات صلح با طالبان اشاره کرد و خواهان تغییر نظام سیاسی افغانستان در نتیجه این مذاکرات شد. افغانستان یک کشور چند فرهنگی است و نیازمند یک توافق صلح که منافع و حقوق همه را در نظر بگیرد. اولین موضوع مهم برای مردم افغانستان آینده نظام سیاسی این کشور است. این مشکل اساسی افغانستان باید در هر نوع مذاکرات صلح مد نظر گرفته شود. نظام سیاسی فعلی افغانستان وضعیت را بدتر ساخته و ثبات را به وجود نیاورده و اجازه نمی‌دهد تنوع ما تقویت شود. مقاومت نیروهای احمد شاه مسعود در پنجشیر و دیگر نقاط افغانستان علیه ارتش سرخ در دهه 80 میلادی به او محبوبیت داخلی و شهرت جهانی بخشید. اما مخالفانش از عملکرد او در جریان جنگ‌های داخلی افغانستان در دهه 90 میلادی به شدت انتقاد می‌کنند. پس از سقوط کابل به دست نیروهای طالبان، فرمانده مسعود جبهه وسیعی را در شمال افغانستان برای مقاومت علیه طالبان به وجود آورد و تا زمان کشته شدن مهمترین چهره مقاومت علیه این گروه بود. آقای مسعود 9 سپتامبر 2001، دو روز پیش از حملات 11 سپتامبر، در حمله انتحاری دو مهاجم عرب کشته شد. ضیا شهریار، بی بی سی. عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی صلح افغانستان و از همسنگران احمد شاه مسعود از پاریس به ما پیوسته. آقای عبدالله، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. از دره پنجشیر نام احمد شاه مسعود به پاریس رسید و خیابانی به نام او شد. کمی از حس و حال خودتون بگید از امروز. فکر میکنم که برای مردم افغانستان، بر اونایی که به خاطر آزادی، به خاطر عزت خود، به خاطر استقلال کشور جانهای خود از دست دادن، برای خانواده هایشان و برای همه مردم افغانستان یک روز خوشی بود. اما برای ما و ایس یک دوست عامر صاحب شهید، قهرمان ملی کشور احمد شاه مسعود و ایس کسی که به امرایش یک بخشی از زندگی خود سپری کردم و ایس یک همکارش، برای ما از این روز بهتر بوده نمیتانست که قهرمانی ملت ما را که احمد شاه مسعود ممثل عزت و استقامت ملت ما بود، ببینیم که در بیرون از کشور چند هزار کیلومتر دورتر از افغانستان به این شکل قدردانی کنه شهرداری پاریس، مردم فرانسه، مردم پاریس. آقای عبدالله، امروز خیلی ها نگران آینده افغانستان هستند. مذاکراتی که شما دارید انجام میدید با طالبان که در مورد آینده افغانستان بسیار تعیین کننده هست،
میدونیم که آقای خلیزاد به ترکیه سفر کردند و اونجا بودند تا تدارکات اون جلسه‌ای که قرار هست اونجا برگزار بشه رو ببینن. چه آمادگی‌هایی شما دارید برای اون جلسه ترکیه؟ قرار هست اونجا راجع به چی صحبت کنید؟ تشکر. همونطوری که شما میگین، مردم از یک طرف شاید نگرانی ها دارن که به جا هم هست، مسئله سرنوشت افغانستان است که رقم میخوره انشالله در هفته ها و ماه های آینده و به طرف صلح افغانستان و کشور ما بره. از طرف دیگه مردم امیدوار هم هستن برای آمادگی برای کنفرانس ترکیه. کارهایی است که کشور میزبان و کشورهایی که اسپانسر هستند و سازمان ملل انجام خواهد دادن، کارهایی است که در داخل کشور ما باید انجام بدیم که بحث و شور و مشوره با رهبران کشور آغاز شده و البته یک قسمت کار مقدماتی باید صورت بگیره تا با آمادگی در مورد محتوای بحث ها به اوج بریم و این کار هم بخشی ازی باید توسط تیم مذاکره ما با طالب ها بحث شود و با یک نتیجه برسیم و اگر گاهی ضرورت به سهم دیگر رهبرای کشورم در جریان می آمادگی که باید گرفته شود باشه، او هم یک کار است که کمک خواهد کرد برای تسریع روند. گزارشی منتشر شد که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان طرحی رو در مقابل طرح آمریکا میخواد ارائه بکنه که قرار هست در اون نشست استانبول داده بشه. اون هم انتخابات زود هنگام هست، انتخاباتی که عملاً او گفت دولت انتقالی با انتخابات باید مشخص بشه. آیا تایید میکنید که قرار هست این طرح اونجا داده بشه و نظر خودتون راجبش چی هست؟ با شما مشورت شده در این زمینه؟ خب دو نظر مطرح بوده و از ابتدا هم وقتی که یک کاغذ یا طرحی از طرف ایالات متحده آمریکا بایسی فکرهای برای رسیدن به یک رای حل به سرعت مطرح شد برای تسریع روند، در او یک بخش در مورد آینده بود که در او اساسات و اصولی که افغانها به او باورمند هستند و باید با هم به نتیجه برسند و از طریق انتخابات بالاخره نظام آینده کشور انتخاب شوه و رهبری و زعامت تعیین شوه، یک بخشش مربوط به یک دوره مشارکت بود به این معنا که برای رسیدن به انتخابات یا نتیجه نهایی یا نتیجه آینده مطلوب باید یک راه را طی کنیم و جمهوری اسلامی افغانستان مسئله بحث روی مشارکت رد نکرد و ما مطرح کردیم که آماده هستیم اگر طالبا آماده بحث روی مشارکت باشند ما به او بریم و بالاخره باید حتما سرنوشت افغانستان توسط مردم تعیین شود و او یک فرد یک رای. و نظر دیگه هم از طرف رئیس جمهور افغانستان ارائه شده که اگر بخوایم زودتر به نتیجه برسیم و این مورد قبول دو طرف واقع شود که طالبان را قبول بکنن، مستقیم هم رفته میتونیم به انتخابات زودرس. بحث بسیار عمیق در سطح شورای عالی مصالحت در این مورد صورت نگرفته، اما این نظر است که مطرح شده در اون جلسه آخری که داشتیم و این را ما میتونیم مطرح کنیم در کنفرانس ترکیه. پس تایید میکنید که این مسئله مطرح خواهد شد؟ این مسئله مطرح شده بود، یک بحث مختصری هم در موردش صورت گرفته، اما بالاخره به نتیجه رسیدن مربوط به این میشه که دو طرف روی از این موافقه کنن. چقدر طالب های آمادگی را دارن که مستقیم بیان و موافقه کنن که میرن به طرف انتخابات و هم در ظرف چند ماه آینده یک سوال بسیار بزرگ است، اما مسئله است که مطرح خواهد شد در بحثایی که در آینده قریب انشالله در ترکیه صورت میگیره. در صحبت ها از دولت انتقالی به هر حال چند ماهی است که مطرح شده، آیا شما خودتون برای شخص خودتون آیا جایگاهی در این دولت انتقالی میبینید؟ اگر زمانی این اتفاق بخواد پیش بیاد آیا پا پیش خواهید گذاشت برای اون دولت انتقالی بودن در اون دولت؟ من فکر میکنم که در یک طور یک بحث بزرگ به دنبال یک جا و جایگاه برای شخص و برای شخص خود بودن برای من که اصلا گنجایش نداره. اما کلانترین آرزوی من میخواد بود که انشالله افغانستان بره به طرف صلح. موانعش هم درک میکنیم، رنج و درد مردم افغانستان هم که برای سالها ادامه پیدا کرده همه ما شاهد بودیم و میخواییم به یک نقطه پایان برسیم انشالله. اگر من سهم گرفته بتانم در برای رسیدن به صلح و کمک کرده بتانم که زودتر این پروسه برسه او بحث جداست، اما بحث
به دنبال جستجوی یک جایگاه برای خود در این پروسه بسیار بزرگ ملی که اولویت مردم افغانستان است، ارجحیت مردم افغانستان است و دنبال از اون نیست. برخی صحبت از نبود یک اجماع سیاسی در افغانستان بین دولت مردان افغانستان در حال حاضر می کنند و مشخصا بین شما و آقای غنی در مورد این مذاکرات، چقدر این اختلافات جدی است و فکر میکنید آیا مانعی شده بر سر مذاکرات با طالبان؟ من فکر میکنم که تا حد زیادی نزدیکی نظریات در سطح جمهوری اسلامی افغانستان وجود داره. تفاوت نظر هم یک چیز طبیعی است و تا به حال من بسیار به صراحت گفتم میتونم که بحث‌های داخلی ما که بحث طبیعی هم هست هیچ نوع مانعی برای پیشرفت مذاکره نبوده. متاسفانه پیشرفت سریع آنچنان که مردم افغانستان توقع داشتن ما نداشتیم و علت عواملش هم واضح است که در موارد زیادی ارتباط میگیره به روشی که نماینده های طالبان داشتن در مذاکرات. نامه ای آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا به محمد اشرف غنی زد که خیلی موجب نگرانی شد بعد از اینکه منتشر شد. گفته میشد که در اون خیلی از الفاظ تحقیرآمیزی استفاده شده و درست ایشون رو در واقع خطاب قرار نداده. گفته شده بود نامه دیگری برای شما فرستاده شده که متنش متفاوت بوده. آیا این رو تایید میکنید؟ متن تقریبا شبیه بوده، مخاطب فرق میکرده، تا حد زیادی این نامه است و در اون نامه‌ای که به رئیس جمهور افغانستان فرستادن هم اشاره را آقای بلینکن کرده که این نامه با محتوای شبیه به ما رسیده و این چیز ما هم اون نامه را دریافت کردیم. اما در اون نامه اگر باز از بلی در این روز دو روز قبل از سفر آقای خلیلزاد به افغانستان در روز همان و اگر ببینیم به چند نکته اشاره کرده که اینا ضرورت های تسریع پروسه هست، ضرورت اجماع داخلی تقویت عظیم، ضرورت دیپلماسی منطقه در منطقه و فراتر از منطقه، نقش سازمان ملل، کشورهایی که در اوج سهم خود بگیرن، کشورهایی که متاثر میشن و تاثیرگذار هم هستن بالای پروسه صلح، تسریع پروسه، همه اینها و در این حال اولویت ایالات متحده امریکا را هم که تسریع پروسه است و خروج نیروهایش تذکر دادن. گفتم در مورد لحنش تبصره نمی کنم اما در مورد محتوایش بسیاری مسائلی است که ما با او به این باور هستیم که کوشش ها اگر قرار باشه سرعت پیدا بکنه باید که کوشش همه جانبه از طرف همه جوانب صورت بگیره. آقای عبدالله، پرزیدنت بایدن صحبت از این کرد دیروز در کنفرانس خبری که اول ماه می اون خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان اونطور که در توافق اولیه با طالبان شده بود اتفاق نمیفته. شما که با طالبان بر سر یک میز نشستید در طول این مدت، واکنش اونها فکر میکنید چه خواهد بود؟ این رو پاسخ بدید تا ببینم اگر وقت باشه سوال دیگه هم دارم از شما. اونا واضح ساختن در مجریان کانفرانس هم که اینا میخواهند که ایالات متحده امریکا این بخش موافقت نامه را حتما عملی کنه. نظر ایالات متحده امریکا می بوده که شرایط دو جانبه است و طالب هم تعهدات داشتن که باید به او عمل میکردن، از جمله کاهش خشونت، از جمله قطع رابطه کامل با شبکه‌های تروریستی از جمله القاعده، شرکت در مذاکره با نیت نیک و کوشش برای تسریع روند مذاکرات. پس ادعای طرف ایالات متحده آمریکایی است که بخشی از شرایط از طرف طالبان عملی نشده و در این شک نیست که دو طرف شروطی داشتن و وقتی که یک موافقه است عملی شدنش به هر دو طرف ارتباط میگیره. تنها روی یک بخشی از او که خروج نیروهاست تاکید کردن و باقی دیگه شرایط مساعد نساختن کمک نمیکنه برای پیشرفت کار. ممنونم از شما عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی صلح افغانستان از پاریس با ما. مجلس شورای اسلامی در روزهای پایانی سال 1399 طرحی با نام جوانی جمعیت و حمایت از خانواده تصویب کرد که بر ترویج ازدواج و فرزندآوری تاکید داره. حذف غربالگری، ممنوعیت سقط جنین و توزیع و فروش وسایل پیشگیری از بارداری از مواردی که این طرح بر اون تاکید کرده.
مخالفان این طرح میگن اجرای اون اثرهای زیانباری بر سلامت جسمی و روحی زنان به ویژه در مناطق محروم و عشایری خواهد داشت. فرین عاصمی گزارش میده. تصویب قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در آخرین روزهای اسفند 99. در میانه شیوع کرونا و حال و هوای پیش از عید نوروز. حالا واکنش ها به آن شدت گرفته. این دیوان نوشته ها در تهران حکایت از اعتراض مخالفان به این قانون دارد که قرار است در 7 سال آینده به صورت آزمایشی اجرا شود. قانونی که بسیاری آن را تحمیل بارداری اجباری به زنان می دانند. قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده از جمله بر این موارد تاکید دارد. توزیع رایگان وسایل پیشگیری از بارداری ممنوع است. عقیم سازی زنان و مردان جز در موارد استثنایی ممنوع است. نگهداری، حمل و توزیع داروی سخت جنین جرم است. نهادهای امنیتی باید با کسانی که متخلف خوانده شدند برخورد کنند و آنها را به دستگاه قضایی تحویل دهند. تصویب قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در پی سالها تلاش تندروها در ایران صورت گرفته و سرانجام مجلس موسوم به انقلابی این تلاش‌ها را به ثمر رسانده. از زمان روی کار آمدن جمهوری اسلامی بر نقش مادری زنان و اینکه بدون فرزند نقششان کامل نیست تاکید زیادی شده. تمام کمالات تو بچه دار شدنه و بسیار اشتباه میکنن اونایی که میگن میخوایم خوش باشیم بچه دار نشیم. وقت چه میکنن؟ خوشیشونو با بستنی و پارک و پیتزا و پرس زدن تو خیابون و اصلا نفهمیدن اینا خوشی چی هست. خیلی به من اصرار کردن یه زمانی، چقدر اصرار کردن که یه شب تو تلویزیون بگم اولاد کمتر بهتره. گفتم من نمیگم چون من معلم قرآنم. آلو بخارا به تعداد در این راه گاه اطلاعات غلطی هم از طرف صدا و سیما به مردم داده شده. اگر خانومی رحم سرد داره، رحم خانوم رو هم گرم میکنه. روغن سنبله نسل رو افزایش بدن. همه اینها در راستای سیاست‌های فرزندآوری رهبر جمهوری اسلامی است. اولی که سیاست تهدید نسل اتخاذ شد لازم بود، لکن از اواسط دهه 70 باید متوقف میشد. این رو متوقف نکردیم، این اشتباه بود. عرض کردم مسئولین کشور در این اشتباه سهیمن، خود بنده حقیر هم در این اشتباه سهیمن. با اینکه او در 9 سال گذشته بیش از 40 بار بر افزایش جمعیت تاکید کرده، اما در همین تابستان گذشته گفت در این زمینه شکست خورده. حالا که انسان نتایج رو نگاه میکنه معلوم میشه که نه، خیلی این تاکیدها تاثیر زیادی نداشته. اینها احتیاج داره به قانون، احتیاج داره به دنبالگیری جدی دستگاه‌های اجرایی. بر اساس قانون جدید برای تشویق به فرزندآوری تسهیلات بانکی، وام و امکاناتی برای خانواده‌ها پیش بینی شده. تسهیلات بانکی برای خرید خانه، اجاره خانه و بحث اولویت در واگذاری مسکن برای والدین در نظر گرفته شده. برای پدران و مادران شاغل ضریب افزایش حقوق در نظر گرفته شده به ازای تولد هر فرزند و همینطور تسهیلات بیمه‌ای در نظر گرفته شده و تسهیلاتی که در مالیات ایجاد تخفیف میکنه. تنظیم خانواده و تشویق به فرزندآوری مسئله جدیدی نیست. در سال 93 هم وازکتومی و اقدامهای مربوط به سخت جنین ممنوع شده بود. اقدامهایی که حق زنان را بر بدنشان به رسمیت نمی‌شناسد و می‌تواند بر سلامت آنها تأثیر بگذارد. اما حکومت ایران می‌گوید در پافشاری بر آن اهداف استراتژیک دارد. فرین عاصمی، بی بی سی. معاون رضوی، استاد اقتصاد سلامت در دانشگاه برندایس از بوستون آمریکا با ما هست. آقای معاون رضوی، این طرح اسمش از جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، واقعا حمایتی از خانواده اینجا شکل گرفته؟ با سلام و تبریک سال نو. من جنبه های مذهبی و تبلیغات حکومتی اینا رو از این قضیه میذارم کنار و به دید علمی بهش نگاه میکنیم. در واقع به اقتصاد دموگرافی اگه نگاه بکنید، کشور ایران هنوز فرصت داره که توازن جمعیتیش رو حفظ بکنه. ایران بویی که بزرگترین مزیت‌های نسبیش که توی دوره کرونا همه بهش رسیدیم و وقتی که مقایسهش میکنید با کشورهایی که دارن به سرعت پیر میشن، مثل کشوری که شما توش زندگی میکنید یا ایتالیا، آلمان، ژاپن، میبینید که چقدر این کشور در واقع پویایی داره و میتونه جلوی مسائل اینطوری در واقع مقاومت بکنه.
سیاست هایی که کشورها دارند برای اینکه این توازن جمعیتی رو نگه دارن و از پیر شدن جمعیت که بسیار خطرناک و پرهزینه هست برای یک تمدن جلوگیری بکنن، نمونهش کشور مثلا مثل کشور امریکا، کانادا، استرالیا، اینها با مهاجر پذیری قشقشت جوان و تحصیل کرده سعی کردن که میانه جمعیتی رو پایین نگرش دارن، به دلیل اینکه خانواده ها اینجا به خاطر اینکه هزینه فرصت خانم ها بالاست حاضر به بچه دار شدن نیستن و این سیاست های تشویق و اینا عملا کاری انجام نداده. به هر حال تونستن این مشکل رو تا کوتاه مدت حلش بکنن، ولی از اون طرف مهاجر پذیری هم ترکیب ملی رو به هم میزنه و بعد اون تعصبات نژادی ملی رو پیش میاره و مثلا از دلش یه آدمی مثل ترامپ در میاد. بنابراین اون خطر خودش رو داره. به اضافه اینکه ایران اصولا کشور مهاجر پذیری نبوده و نیست و ما ها عرق ملی داریم، شاید آدم های نژاد پرستی هم باشیم، بنابراین اون راحت برای ما کلان اصلا مسدود هستش. و من احساس میکنم که صرف نظر از تبلیغات مذهبی و حکومتی اینها، کلن سیاست این که ما مطمئن باشیم که توازن جمعیتیمون به سمت پیری نمیره مهمه، باید تشویق بشه، ولی تا جایی که میشه باید به نحوی باشه که پذیرش داشته باشه از سمت خانواده ها. هیچ چیزی رو به صورت تنبیهی و اینا نمیشه اعمال کرد. ایران تا حالا چندین بار تو 50 سال گذشته سعی کرده که این کارا رو بکنه و میبینی که فقط این منجر میشه به که شکاف مردم و حکومت بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه. بنابراین سیاست درستیه، به درستی باید اجرا بشه، و ولی اینکه جزئیاتش به چه صورت هست، من که متن در واقع چیز رو دیدم، این مقدار زیادی تکیه‌های مذهبیش خیلی بیشتر از تکیه‌های ملیشه و ممکنه که بعضی از خانواده‌های طبقه میانی و تحصیل کرده و اینها زیاد رو اون جنبه‌ها اهمیت ندن و بعد ببینن که آیا میتونن جنبه های ملی و امنیتی و در واقع سرزمینی سیاست رو به نوعی ببرن که مقبولیتش رو ببرن بالا و اشخاص بدون اینکه هیچ استکاکی با عقاید و ایدولوژی حکومت داشته باشن از تحصیلاتی که میخوان در اختیارشون بذارن استفاده بکنن. نگرانی ایجاد کرده به هر حال، چون وقتی صحبت از این طرح میشه ما حذف غربالگری رو میشنویم، در دسترس نبودن وسایل پیشگیری از بارداری رو میشنویم، ممنوعیت سقط جنین رو ازش میشنویم و روش هایی که واقعا مرسوم نیست در همین کشورهایی که بنده و شما زندگی میکنیم، برای یعنی به زور افراد رو بچه دار کردن. همین که گفتم، باید تمام جنبه های تنبیهی و منفی و اعتقادی این سیاست ملی ازش بره کنار و جنبه های ملی ببینید، کسی که این سیاست رو گذاشته باید یک چهره از ایران فردا به مردم بده. من راجع به ایران امروزی که همه استیصال اقتصادی دارن، شرایط بسیار ناامید کننده است و اینها بیشتر صحبت نمی کنم. من توی خانواده کشاورز بزرگ شدم و می دونم که یک کشاورز اگر فصل داشتش و برداشتش خیلی خیلی بد بوده باشه، به هیچ وجه حاضر نیست فصل کاشتش رو کنار بذاره. فرشش رو میفروشه و هر قیمتی که باشه بذر رو میخره و میکاره به امید فردا. ایران فردا نیاز به یک جمعیت موزونی داره که به هر روشی که شده باید این رو تأمینش بکنه. ولی به هیچ وجه من با هیچ کدوم از سیاستهایی که شما گفتید موافق نیستم. اینها ممکنه اثر معکوس بده و همین که گفتم فقط منجر به افزایش شکاف بین مردم و ارزش‌های ملیشون بشه و حکومت و ارزش‌های مذهبی. کمی هم حالا از روش‌های تشویقی که کشورهای دیگه به هر حال تجربهشو دارن و استفاده کردن به اون بگین. ببینید، ایران دو تا مزیت بسیار بسیار مهم داره که باید جای بسیار خوشنودیه. در واقع دو تا المان و دو تا عنصر یک اقتصاد موفق توی این نظریه سرمایه انسانی هیومن کپیتال برمیگرده به سلامت و آموزش. ایران خوشبختانه در 100 سال گذشته سرمایه گذاری های بسیار بسیار بالایی روی زیربناهای آموزش و بهداشت کرده. ما از لحاظ نظام آموزشی هنوز یکی از بهترین آموزش‌های رایگان از کودکستان تا مقطع دکترا در کل دنیا رو داریم و این یک نعمت بسیار بزرگی که کشورهایی که بخوان هم حتی هم جمعیت جوان رو زیاد کنن ندارن این سرمایه گذاری رو. فقط ما این سرمایه گذاری رو داریم باید مطمئن بشیم که اینها تخریب نمیشه و مستحرک نمیشه. نظام بهداشتی ایران صرف نظر از تمام این کاستی‌هایی که تو این دوره کرونا داشتونو بذاریم به کنار،
زیر ساختارهاش اجازه میده که بچه ها سالم به دنیا بیان، بزرگ بشن و رشد بکنن. اینها من مسئله اقتصادی این قضیه بس. اینه که هیچ تعارفی نیست. هر یک ریالی رو که ما امروز روی ساختن کودکستان، مهد کودک، زایشگاه، مدرسه و دانشگاه رایگان و با کیفیت خوب نگذاریم، باید بریزیمش به حساب صندوق‌های بازنشستگی برای یک جمعیت پیر و فرتوت. این بدترین نوع سرمایه گذاری که یک کشور میتونه بکنه. ممنونم شما. متاسفانه وقت بیشتری نداریم، امیدوارم بعدتر بتونیم راجع به این مسئله بیشتر صحبت بکنیم. معاون رضوی، استاد اقتصاد، سلامت با ما. متشکرم. موسیقی ایران در طول تاریخ فراز و نشیب‌های فراوانی داشته و اونچه امروز به دست ما رسیدم در یک مجموعه به نام ردیف‌های موسیقی تدوین شده. تحولات موسیقی ایران در دوران معاصر از دربار ناصرالدین شاه قاجار شروع شد و در سال 1285 خورشیدی همزمان با پیروزی مشروطیت به اوج خودش رسید. گاردن پارتی‌ها و کنسرت‌ها در دوره مشروطه کاملا مد شده بود. فرج بالافکن در یک مجموعه 10 قسمتی رویدادهای مهم موسیقی رو از اون زمان تا کنون بررسی کرده. موسیقی ایران سرگذشت غریبی دارد. آهنگ‌های در دل شب پیدا کرده بزرگانش از آن رو که اشارات یا نوت موسیقی نمی‌دانستند از میان رفته. صرف نظر از موسیقی نواحی آنچه مانده ردیفی است که از 100 سال پیش سینه به سینه به ما رسیده. مشق اولی هر که یه دقیقه بید دادم یه چیزه که بلد هست یا نه بگیم بشون ببینم چه رو بزنیم. پروفسور هرمز فرهد 93 سال پیش در تهران به دنیا آمد. او اولین دانشجوی ایرانی بود که برای تحصیل موسیقی به آمریکا رفت. 64 سال پیش در جریان پژوهش‌های خود برای دریافت دکترای موسیقی شناسی قومی که رشته تازه تأسیسی بود با بورس بنیاد فورد به تهران بازگشت. از همین رو عنوان پایان نامش را مفهوم دستگاه در موسیقی ایران قرار داد. این موسیقی است که در دوران قاجار قرن 19 به صورتی که امروز میشناسیم تدوین شده. در کل بهش میگیم ردیف موسیقی ایرانی، که این ردیف به 12 مجموعه تقسیم میشه که 7 از این مجموعه ها عنوان دستگاه دارن و 5 تای باقی به تحت عنوان آواز شناخته شدن. یارم به یک نا پیروهن خوابید زیر نسترن، ترسم که بوی نسترن استست هشانش کنن. هر کدام از این 12 مجموعه قطعات مختلفی رو در بر میگیره که اینها مقام‌های خودشون رو دارند و هر مقامی توسط یک الگوی ملودی سازی معرفی میشه. این یک ملودی خیلی مشخص و قطعی شده نیست، یک روال ملودی هست. همین که نسیم آزادی مشروطیت وزیدن گرفت، اجتماعات و تشکیل انجمنها آزاد شد. صفاعلی ظهیرالدوله قطب دراویش صفائی هم انجمن اخوت را به راه انداخت. غلام حسین درویش هم که سرسپرده او بود شد سرپرست کنسرت های انجمن اخوت. درویش خان متوجه شد که باید چند دقیقه مردم را برای شنیدن ساز و آواز تنها آماده کند، پس پیش درآمد را ابدا کرد. درویش خان را که به عنوان یک موسیقیدان قدیمی میشناسیم که به هر حال خیلی موسیقیدان خوبی هم هست، خود درویش خان هم در کلاس هایی که در دارالفنون زیر نظر موسیو لومر تشکیل شد پرورش پیدا کرد و با نوت و با موسیقی علمی آشنایی پیدا کرد.
قبل از او مثلا ما نمیبینیم که قطعاتی که در این زمینه مثلا پیش درآمد ساخته شده باشه وجود نداره. اولین کسی که آمد و قطعه ای ساخت چون قبل از درآمد نواخته می شده اسمش رو گذاشتن پیش درآمد. از اینجا در واقع یک جوری این مکتب آهنگسازی ما در ایران شروع میشه که یاد می گیرن که چگونه به صورت علمی باید کار بکنن. از در واقع آغاز دوران تجدد در این زمینه هست. از اینجا به بعد گاردن پارتی ها و کنسرت ها در تهران مد شد و به سرعت به سایر نقاط ایران گسترش پیدا کرد. این میسر نمی شد مگر با ترانه های تغزلی علی اکبر شیدا یا خنیاگری رهایی بخش عارف قزوینی. به حق این دو را باید انقلابیون تصنیف سازی در موسیقی ایران دانست. فرج بارفکن، بی بی سی. سوخت همه خرمم، یک سر جان و تنم، کشته اش ختمنم، یک سرم بد مکن، بیش از این ظلم بیهم مکن، جانم بیش از این ظلم بیهم مکن. در طول شبهای آینده هم، فکر میکنم در طول 10 شب آینده هم، فرج بارفکن همچنان بخشای دیگه این گزارش رو میتونید ازش ببینید. داستان این دلشدگان موسیقی رو میتونید در گزارش‌های فرج ببینید. ممنون که همراه ما بودید در این 60 دقیقه. میتونید این برنامه و برنامه‌های شب‌های گذشته رو در وبسایت ما و همینطور یوتیوب ببینید. ممنون از همراهیتون.